در شبه جزیره ایتالیا مزایای زیاد پرورش ماهی در قفس در دریا توجه بسیاری از دست‌اندرکاران بخش صید و شیلات را در این کشور به این صنعت سودآور جلب کرده است. ظرفیت بالای تولید، هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و تولید بیشتر ماهی، امکان پرورش ماهی در محیط طبیعی و طبیعی بودن طعم و مزه این نوع ماهیان و امکان برداشت اختیاری همزمان با نیاز از جمله مزایای پرورش ماهی در قفس است. تولید این نوع ماهی پرورشی در منطقه ما حدود 2000 تن در ساله. این ماهی ها از هر نظر تحت کنترل هستند و تغذیه آنها نیز مانند ماهی هایی است که در آبهای آزاد زندگی می کنند. ما بچه ماهی های 2 گرمی را وارد این قفس های شناور در دریا می کنیم و زمانی که وزن آنها به 350 تا 800 گرم می رسه اونها را به بازار عرضه می کنیم. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران که برای نشست منطقه خاور نزدیک فاو در آن به سر میبرد از یکی از این مراکز دیدن کرد. پرورش در قفس یکی از انواع تکثیر و آبزی پروری است که الحمدلله تو کشور ما هم شروع شده. همطور که ملاحظه میکنید در داخل دریا این قفس ها رو ایجاد کردن، تغذیه میکنن و بستگی به نوع آب و هوا و وضعیت دریا و اینها این ماهی پرورش پیدا میکنه. ما در کشورمون پیش بینی کردیم که نزدیک 1 میلیون تن ظرفیت یابی شده است که 200,000 تن در شمال و حدود 800,000 تن در جنوب امکان این نوع پرورش ماهی رو ما داریم. انشالله امیدوار هستیم که با همت تولید کنندگان و سرمایه گذاران و پشتیبانی های فنی هم که شیلات انشالله به عمل میارد این کار هرچی بیشتر در ایران هم توسعه پیدا کنه. برای اینکه گوشت ماهی ها کیفیت اصلی خودشون رو حفظ کنند بلا فاصله پس از صید بر روی اونها یخ ریخته میشه. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهر گایتا، ایتالیا.